صدای عدالت خواهی برای حضور مساویانه در مشارکت سیاسی به برپایی خیمه تحسن در مقابل دروازه ساختمان مقام ولایت هرات انجامید. این شمار از جوانان حوزه غرب با برپایی این خیمه تحسن خواهان حضور بیشتر کادرهای متخصص این حوزه در سمت‌های بلند حکومتی هستند. آنان حکومت به ویژه دو رهبر در رأس قدرت را به تبعیض قومی و جغرافیایی در برابر ولایت‌های حوزه غرب متهم می‌کنند. ما هم از جغرافیای این سرزمین هستیم. به انتخابات ها و به پروژه های به دیگه برنامه ها ما به خط مقدم قرار داریم، اما بعد از انتخابات که از ما مردم رأی گرفتن ما دیگه به دنبال اصلا رو خود دنبال هم نمی‌کنن. خواسته های ما خواسته فردی نیست، ما برای کل حوزه غرب که 33% از کل جغرافیای افغانستان در بر میگیره، 25% از نفوس افغانستان در بر میگیره و بالغ بر نیمی از کل عواید افغانستان ما تامین میکنیم، ما خواستار مشارکت سیاسی و بیرون شدن از انزوا هستیم. ما همه جوان ها، ما نسل جوان ما، همه ماستری دارم، همه چیز هم ببخشیم، اینا همه بی سرنوشتم چی رقمه که دیگه جمعیرم و تا سرم ها میشونم به خدا لباس پوشیدن خو یاد نداره، به ظرف 6 ماه میبینید 200 تا خونه به همین داخل شهر میخره. آیا ما ایرتیا درخت پرمیوه آقازاده هاییم؟ ما حق خمایم. در سالیان گذشته نیز پس از انتخابات و مشخص شدن سرنوشت حکومت، کابینه کشور گواه حضور کمرنگ چراهای سیاسی از اوضاع غرب کشور به ویژه هراتیا بوده است. برخی از آگاهان سیاسی بر این باورند که دو رهبر حکومت همواره از این اوضاع در هنگام انتخابات ریاست جمهوری با عنوان بانک رای استفاده نموده و پس از آن خواسته ها و مطالبات هراتی ها را به باد فراموشی می سپارند. درست است که این دادخواهی های مدنی تا حدود شاید یک تلنگر کوچکی برای حکومت مدا باشه، اما من فکر می کنم که باید گام های عملی تر و جدی تری برداشته بشه. باید دولت این احساس رو بکنه که اگر سهم مردم هرات یا حضور مردم هرات نادیده بگیره، عواقب بسیار خطرناکی هم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی میتونه برای دولت داشته باشه. چند روز قبل نیز در کابل خیمه تحسن دادخواهان حوزه غرب کشور به دلیل بی‌عدالتی ها با حضور نمایندگان مجلس برپا شد. برخی از نمایندگان مجلس که در این خیمه نیز حضور یافتند تاکید دارند که اگر این حوزه در کابینه کشور همانند دیگر حوزه ها سم نداشته باشد، به هیچ یکی از نامزد وزیر معرفی شده از سوی محمد اشرف غنی و عبدالله رای اعتماد نخواهند داد. بدون شک وکلای شما حوزه غرب در کابل به تفاهم رسیدند. در صورتی که حکومت به خواسته های مشروعی حوزه غرب تن نده، هرگز به کابینه که مسخره‌ای که برای ما معرفی میکنه ما رأی اعتماد نخواهم داد. این سر و صداها پس از آن بلند شد که لیست های از نامزد وزیران دو تیم انتخاباتی پیشتاز و حاکم بر رسانه ها منتشر شد و در این لیست هیچ چهره سیاسی از حوزه غرب دیده نمی شود. نثار احمد فیض قریانی تنها نامزد وزیر احتمالی است که گفته می شود از ولایت هرات در سمت وزارت تجارت و صنعت ممکن از سوی عبدالله پیشنهاد شود.